چیزا خارجی ها نمی فهمیدن. اون اهمیتی که یه حرکت های دون پس هم یه اون شعر ها بسنن. خب البته از شعر نمیشه عکس گرفت، ولی وقتی اون شعر نفهمی کارت نمیتونه کامل باشه. خیلی چیزا بود، خب میتونم مثلا نمونه به شما نشان بدم. یه عکسی هست مثلا این قبل از انقلاب نجس گرفته شده. اینا ملت نشان میده این شاه با اطرافیاش، درسته؟ خب این عکس 5-6 تا عکس عکاس بودن، همین عکس میتونه هیچ کدوم اینو نگرفتم. اگه میدونم من شو سوال کردم برای چی؟ برای اون اهمیتی که میره این صحنه داشت برای من، برای اون نداشت. یه شاه تنها بدم اون درباریا پشت سر هم. منم برای این عکس 1 ساعت منتظر شدم که همه دستاشون با هم بزنن اینطوری که همون لحظه عکس بگیرم. این فیلمی است از عکس‌های عباس عطار از دوران انقلاب. عباس عطار عکاسی است شناخته شده در دنیا که از نوجوانی ایران را ترک گفته و در گوشه و کنار جهان به تهیه عکس و گزارش پرداخته است. گزارش‌های عباس عطار از گرسنگی در بیافرا و از مظالم امریکا در ویتنام شهرت بسیار برای او به دست آورد. عطار در تمام طول انقلاب تا به ثمر رسیدن آن در ایران ماند و میگوید که خود را شریک حرکت مردم حس می کرده و می کند. حالا حرفهایش را درباره عکسهایش از انقلاب می شنوید. اندازه تو چقدر این چاپ عکس‌ها تو جاهای مختلف تو ایران و توی خارج باعث فکر می‌کنی معرفی انقلاب ایران شد؟ چه تأثیری فکر می‌کنی داشت؟ خب من به شما فقط نمونه بدم. می‌دونید این مثلا این روی جلد تایم که همون تو انقلاب چاپ شد، این عکسی که شاه داره می‌سوزه، یا مثلا این اولین عکسی که بود از مجسمه شاه توی دانشگاه تهران دارم میکشم پایین. اینا فکر میکنم خیلی موثر بود، برای اینکه اون موقع هنوز این وقتی انقلاب شروع بود میشون میدونی همین تبلیغاتی که کرده بودن برای شاه در خارج خیلی موثر بود. یه دفعه مردم خارج هم نفهمیدن که مردم ایران ناراضی هم. طول کشید. من فکر میکنم تو همون ماهای اول یه کارم خیلی موثرتر بود. یا مثلا مجله شتن این عکسی که چاپ کرده بود از اوایل انقلاب، یعنی حلبی آباد تهرانه. خب موقع خبرنگارا میومدن ایران چه کار میکردن؟ میبرد دربار میبردشون، میرفتن دربار میدیدن، میرفتن از این فانتوم عکس میگرفتن، شرکت نفت عکس میگرفتن. اینجور جاهایش وقت کسی نمیرفت. بعد همین وقتی این عکس در روزنامه ها و مجله های خارجی چاپ شد خیلی موثر بود. خب فقط ایران فقط نفت و شاه و فانتوم نیست، چیزهای دیگه ایرانی هم هستن زندگی میکنن. ایرانی هم خیلی ناراضی هستن. آیا برخوردی با پلیس، ساواک یا سربازهای ارتش داشتی از دوره انقلاب؟ ساواک فکر کنم اینقدر سرشون شلوغ بود یه دیگه به ما نمیرسیدن، ولی با سربازا که البته سرباز وقتی که میدید عکس در تو تصویر عکس میگیره اول عکاس نشانه میگرفت. من چند دفعه بس یه دفعه مثلا من گرفتن سربازا دستور مثلا افسرشون برای ما رو داشتن میبردن کلانتری. سربازی یواشکی گفت نگاه من ناراضی ام، به ما گفته بودن شما تیراندازی بکنید ولی ما نکردیم. یعنی تیری که زدیم هوایی زدیم، یعنی بالا سرت زدیم. بالا عکس 17 شهریور این البته همه جا چاپ شد، یعنی این عکس بزرگش توی مجله سوئدی چاپ شده. این اثر 17 شهریور جسد همینطوری چیده رو زمین، این خیلی موثر بود. عکس همون عکس های 21 بهمن اونا موثر بودن. این عکس خیلی خوشم یاد، خیلی دوست دارم این رو به شما نشان بدم. این دوتا عکس که با هم هستن، این ساواکیه که میخوان کتکش بزنن، اینم گارد جاویدانه همون روزی که تسلیم شده تو خود کاخ نیاورونه. انقلابی عوضی که کتکش بزن داره دلداریش میده.
این دو تا عکس خیلی مثلا موثر بودن، یا عکسایی که بعد از انقلاب همون چارتای این چارتای اولی که میدان چارتا جنرال اولی که اعدام کردن، علتی که موندی در بعد از انقلاب ایرونی بودن بود بیشتر یا مسئله حرفت بود؟ میدونید برای چی موندم به ایران؟ اولا که وظیفه بود، برای که هر خبرنگاری وقتی که میبینه انقلاب در مملکت خودش داره شروع میشه، وظیفش اینه که بیاد عکس برداری ده خبرنگاری بود، کارش تو انقلاب بکنه. این اول وظیفه بود، ثانیاً علاقه که داشتم به این انقلاب. من همیشه میگم فقط در عمرم یه دونه انقلاب بی‌نظیر میخواهم دید. این سطل نباشه باشید.